اسب‌های مهربون، جشن نعنایی، بخش از مؤسسه جوانه پویا. سلام بچه‌ها، اینجا شهر اسبای مهربونه. سال نو دیگه داره از راه میرسه. روی در هر خونه یه حلقه گل هست. ما این شادی رو با همه تقسیم میکنیم. همه اسبای مهربون عاشق سال نو هن. خوشحالیم که سال نو داره از راه میرسه. امیدواریم همه سال خوبی داشته باشیم. دونه های برف توی هوا میچرخن. همه دختر و پسر ها لباسای گرم پوشیدن. همه شهر تزیین شده. ای کاش امسال بهترین سالی باشه که تا حالا دیدیم. ما عاشق سال نوییم. خوشحالیم که سال نو داره از راه میرسه. امیدواریم امسال همگی سال خوبی داشته باشیم. ما اسبای مهربون تو تزیین کردن شهر به همدیگه کمک میکنیم. بابا نوئل سوار بر سورتمش میاد. اون توی رودخونه ای از ستاره ها پرواز میکنه و اسبای مهربون با اشتیاق بهش نگاه میکنن. بابا نوئل برای ما دست تکون میده. زنگوله ها به صدا در میان. ما اسبای مهربون با خوشحالی دور هم جمع میشیم. همه چهره ها شاد و خوشحاله. همه آغوش ها گرمه. ما با هم شعر میخونیم. همه از رسیدن سال نو خوشحالیم و تو پوست خودمون نمی گنجیم. ما عاشق سال نوییم. باورتون میشه که داره از راه میرسه؟ امیدواریم امسال سال خیلی خوبی داشته باشیم. ما توی پارک با هم سرود میخونیم و بازی میکنیم. همه جای شهر به خاطر رسیدن سال نو تزیین شده. ما لبخند میزنیم و با هم رسیدن سال نو رو جشن میگیریم. اینا همه خاطرات قشنگی هم. همه ما اسبای مهربون با هم دوستیم و همدیگر رو دوست داریم. ما عاشق سال نو هستیم. فکر کنم بهتره طلایی باشه با زرق و برقای قرمز و طعمش هم مثل طعم توت فرنگی باشه. آره اینجوری خوب میشه. نظر چیه رنگش آبی باشه و طعم زغالخته بده؟ جالب نمیشه؟ شیرینه ببینم پشمک نظر تو چیه؟ وای ببینم برای چی ما هر سال این کارو میکنیم؟ به خاطر اینکه درست کردن آب نبات عصایی مخصوص سال نو تو شهر اسبای مهربون یه رسمه. راستش رو بخواید زیاد کیف نمیده. چطور دلت میاد اینو بگی؟ من یکی که عاشق این کارم. راست میگی؟ بذار امتحان کنم. وای ها؟ منظورم درست کردن آب نبات عصایی بود. میدونی سال نو داره از راه میرسه؟ خب آره معلومه که میدونم سال نو نزدیکه. واسه همینه دارم سعی میکنم گره این چراغا رو باز کنم. کمکم کنی. دسته‌ی مخصوص سال نو رو نگاه. خبر نداشتم شما دوتا این کار شروع کردین. ببینم امسال میخواییم چه رنگی و چه طعمی درستش کنیم. هنوز نمیدونیم طلایی با طعم توت فرنگی یا آبی با طعم زغالخته. صورتی با طعم نعنایی چطوره بچه ها؟ صورتی با طعم نعنایی؟ درست شنیدین. امسال صورتی مجری جشن سال نوه. به نظر من بهتره برای جشن آب نبات نعنایی درست کنی. چه خوب، آب نبات نعنایی صورتی. بچه ها باید بریم به طرف درخت بزرگ. صورتی قراره در مورد سال نو سخنرانی کنه. سلام بچه ها. آه صبر کنید منم بیا. ها آدم برفی بدون بیلیت چطور میخوای بوی خوش سال نو رو بشنوی؟ عالی شد. خیلی خوب. بهتره سرش رو یکم به سمت چپ ببرم. نه یکم به طرف راست. ای وای
جشن سال نو امسال قبل از هر چیز میخوام از مجری جشن سال قبل تشکر کنم. از رنگین کمون عزیز. رنگین کمون، رنگین کمون، رنگین کمون. دوست داریم رنگین کمون. ما واقعا دوست داریم رنگین کمون. تو جشن سال نو قبل و رنگ و رنگ و پر از رنگین کمون کردی. کارت عالی بود. واقعا ممنونم. از همتون ممنونم. شما خیلی به من لطف دارین. رنگین کمون، بازم ازت ممنونیم. خب دوستان عزیز و مهربونم، همونطور که مطمئنن همتون به خاطر دارید، ما هر سال آب نبات مخصوص و منحصر به فرد جشن سال نو رو روی نوک بلندترین درخت شهر اسبای مهربون میذاریم. این آب نبات به گرد درخشان آغشته شده، بنابراین بابا نوئل از میون اون همه ابر میتونه ما رو ببینه و شب قبل از سال نو به شهر ما بیاد. گفتی ابر؟ درست شنیدم، گفت ابر. چرا اصلا باید ابر تو آسمون باشه؟ حسره نخور آسمون، بابا نوئل قراره تو ابر رو پرواز کنه نه تو. آره کاملا درسته، بابا نوئل قراره امشب پرواز کنه و مهم نیست که هوا ابری باشه یا نباشه، اون میخواد پرواز کنه نه من. دوستان عزیز، و این هم آب نبات عصایی جشن سال نو امسال. وای، آب نبات مخصوص جشن سال نو رو ببین، واقعا که خیلی قشنگ و دوست داشتنیه. هم خیلی قشنگه، هم نورانی و درخشنده است. آب نبات کجاست؟ نمیتونم ببینمش. اوه اجازه هست برم رو دوشت؟ ببخشید. همینه. هنوز نرسیده. صبر کن، بوشو حس میکنم اما نمیبینمش. ای وای ببخشید. معذرت میخوام. پاتو لگت کردم. واقعا معذرت میخوام. سلام نانایی، فکر میکردم تو باشی. ای چه جوراب خوشگلی. ممنون، این جوراب مورد علاقمه. خب البته جورابای سبزمو از همه بیشتر دوست دارم. شایدم جورابای نقره‌ایمو بیشتر دوست دارم، اما جورابای رنگین کمونی و شبرنگم هم خیلی دوست دارم. آره شوخی میکنم، من تموم جورابامو دوست دارم. اما نانا این چرا فقط یه لنگ جوراب پاته؟ خب راستش اول هر دو لنگش پام بود، اما یه لنگش رو هدیه کردم به کسی و به خاطر اینکه امسال یه سال استثنایی بشه، از یکی از دوستای جدیدمون خواستم که آب نبات مخصوص سال نو رو نوک درخت قرار بده. بیا بگیرش ستاره چین عزیز، اگه زحمتی نیست لطفاً بذارش بالای درخت. خب فکرشو نکن، با من. خوشگله مگه نه؟ به نظر من که معرکه است. عالیه، حالا سر جاشه. سال نوی همه مبارک باشه. اینجوری بابا نوئل حتما شهر ما رو میبینه. خب اسبای مهربون باید آماده بشیم، آب نبات و شیرینی ها رو بیاریم و درختامون هم تزیین کنیم. بیاین مشغول شیم دوستان، چیزی به سال نو نمونده. وای من که خیلی هیجان زدم، میرم همه جا رو چراغونی کنم. واقعا فوق‌العاده است. شاید بهتر باشه یه کوچولو به سمت چپ بره. اما نه، شاید اگه به سمت راست بری بهتر باشه. شایدم بالاتر، شایدم پایینتر. آسمان، ستاره چی؟ هی بچه ها، هیچ اسب بالداری اینجا نیست؟ فکر کنم خودم باید درستش کنم، باید طوری بشه که بابا نوئل حتما ببیندش. ای کاش بالون سواری بهتر بود. بهتره امسال از بابا نوئل بخوام به جای هدیه بالون سواری یادم بده. ای وای، پایین که بودم نزدیکتر به نظر می رسید. من می تونم، می دونم که می تونم، فقط باید یه خورده دیگه کجش کنم. با
باید یکم دیگه نزدیکتر بشم، باید یه خورده بکشمش این طرف. آه این آب نبات نعنای صورتی چه عطر و بویی داره. خوش به حال بابا نویل که این آب نبات نصیبش میشه. با هر گاز از این آب نبات کلی کیف میکنه. آه کاش من به جاش بودم. وای کم مونده بود بیفته ها. آماده ای؟ آره روشنش کن. درخشانه، عالیه. حالا عالی شد. شایدم بهتره بگم خیلی هم عالی نشده. شایدم بهتره بگم به هیچ وجه عالی نشده. فکر کنم اگه یه تکون کوچولوی دیگه به دمش دیگه عالی میشه. چی کار کردم؟ یعنی شکست؟ البته شاید خیلی هم خورد نشده باشه. آره بهتره برم از نزدیک نزدیک ببینم. وای نه خوردتر از اونیه که فکرشو میکردم. حالا چی کار باید بکنم؟ من آب نبات نعنایی مخصوص سال نو، آب نبات صورتی و درخشان سال نو رو خورد و خاک سیر کردم. اوه نه بابا نویل بدون درخشش آب نبات سال نو نمیتونه پیدامون کنه. وای نه حالا باید چی کار کنم؟ برای هممون خیلی بد میشه. من با این کار سال نوی همه رو خراب کردم. این خیلی بده، میشه گفت خیلی خیلی بده. هی نانایی تو بابت سال نو خوشحال نیستی؟ اوه چرا خیلی خوشحالم، همه خوشحالن، منم مثل بقیه. آه راستی ببینم درخشنده، میتونم باهات صحبت کنم؟ باید منو ببخشی نانایی، الان وقت ندارم، باید زودتر کار این تیره برقا رو تموم کنم. میشه فردا با هم صحبت کنیم؟ باید مثل فرفره کار کنیم، شاید صورتی وقت داشته باشه. صورتی؟ آره خودشه، به صورتی میگم، اون حتما میدونه باید چی کار کنیم. هرچی نباشه اون مجری جشن سال نوه. یعنی زیادی صورتی شده؟ او عزیزم هیچ وقت نباید چیزی که دوست داری بیش از حد استفاده کنی. و تو هم که عاشق صورتی هستی اونو از هر رنگی بیشتر دوست داری. من اگه جات بودم واسه اینکه بیشتر شبیه رنگین کمون بشه چند تا رنگ دیگه بهش اضافه میکردم، اما حالا که صورتی بازم حرف نداره. اوه من باید برم رنگین کمونا رو آویزون کنم. صورتی واقعا رنگ بی‌نظیریه مگه نه؟ سلام صورتی. ببخشید صورتی جونم. اشکالی نداره. خب حالا که اومدی اینجا میتونی تو آویزون کردن این پارچه کمکمون کنی. من به خاطر جشن سال نو که قراره فردا برگزار بشه یک کمی سرم شلوغه. اما من باید یه چیزی رو بهت بگم. میدونی من از قصد اون کارو نکردم. منظورم اینه که من میخواستم صافش کنم. میخواستم خب میدونی منظورم اینه که گرفتمش بعد به جای این که میدونی یه جورایی پیچ خوردم و بعدش اون اتفاق افتاد. عذر میخوام. نانایی من کاملا مطمئنم همه چی روبرا میشه دوست من. مهم نیست چی کار کردی، اما الان من کلی کار دارم که باید انجامشون بدم. قول میدم بعد از جشن سالنو با هم دیگه بشینیم و حرف بزنیم و کلی بخندیم. جلوی اومدن سالنو رو که نمیشه گرفت. اما من جلوش رو گرفتم. شیرا بهش دست زدم. ای کاش آب نبات عصایی سال نو رو نشکنده بودم. به خاطر همین بابا نویل امشب پیش ما نمیاد. همه به خاطر این موضوع خیلی ناراحت میشن. خود منم خیلی ناراحتم از دست خودم.
همه دوستام از این که سال نو داره میاد هیجان زدن. اون همه پشمک و شیرینی و شکلات، اون همه توت و کلوچه، اون همه چراغ و کاغذ رنگی. جورابامو نگاه کن، خراب شدن، درست مثل جشن سال نو. من با این اشتباه بزرگ خوشی همه رو خراب کردم. حالا چجوری باید این افتضاح رو درست کنم؟ به خاطر دست گلی که به آب دادم بابا نوئل امشب نمیاد. بابا نوئل؟ آره فهمیدم، من خودم میشم بابا نوئل و برای همه یه هدیه خوب میخرم. اینجوری دیگه سال نو خراب نمیشه. خب حالا چی برای دوستم ببرم؟ باید یه چیز عالی بهشون بدم، یه چیز خیلی مخصوص. براشون جوراب هدیه میبرم. آره فکر خوبیه، کیه که از جوراب بدش بیاد؟ جوراباً. این برای رنگین کمون، این برای درخشنده و این جوراب صورتی هم برای صورتی. میتونه ساده باشه یا رنگ و رنگ، میتونه کوتاه باشه یا بلند، سفید ساده یا سبز شب رنگ، ما با جوراب میشیم قشنگ. یه هدیه مثل آب نبات، بزرگ مثل باد کنگ. همشون خیلی خوبن، ولی هیچی مثل یه جفت جوراب سالنو رو قشنگ نمی کنه. زمستونا توی سرما وقتی میلدی با جوراب گرمی. ها جوراب خیلی خوبه، کی از جوراب بعدش میاد؟ همه جوراب دلشون میخواد. جوراب قرمز، جورابای خواب، اینم چند جفت جوراب. بیا بگیر بپوش. بعضی یا دستکش میگیرن یا خرس هدیه میگیرن یا کتابای پر از عکس. اما هیچ چیز مثل یه جفت جوراب سال نو رو قشنگ نمی کنه. سال نو به همه مبارک باشه.
سلام نانایی. سلام صورتی، چی کارا میکنی؟ خب معلومه خواب بودم. تو اینجا چی کار داری میکنی؟ اونم با اون جورابی که رو سرت گذاشتی؟ داشتم سعی میکردم بابا نوئل باشم. چرا؟ مگه بابا نوئل واقعی چش شده؟ اون شکست. بابا نوئل جایی شکسته؟ نه، من خیلی متاسفم، همه چی رو خراب کردم صورتی. من آب نبات عصای مخصوص جشن سال نو رو شیکوندم. نه، تو چی کار کردی؟ چرا این کار زشت رو کردی ها؟ اتفاقی بود، فقط میخواستم صافش کنم، میخواستم عالی و بی نقص به نظر بیاد. شاید بشه تیکه هاشو به هم چسبون. نه نمیتونیم این کارو بکنیم صورتی، همش خورد و خاک شیر شده تو برفا گم شد. اما بدون آب نبات مخصوص سال نو هیچ درخششی هم وجود نداره. اون وقت بابا نوئل هم نمیتونه شهر ما رو پیدا کنه و بدون بابا نوئل سال نوی وجود نداره. وای نانایی از دست تو. صورتی میدونم من خیلی متاسفم. ببینم نانایی، جورابت بالای شومینه من چی کار میکنه؟ صورتی تو درست میگی، من نمیتونم بابا نوئل باشم، فقط بابا نوئل میتونه بابا نوئل باشه. هدیه های من فقط چند تا جوراب کهنه. تو داشتی جورابای خودتو هدیه میدادی؟ آه نانایی خواهش میکنم گریه نکن، یه فکری به حالش میکنی. فهمیدم چی کار کنیم. فهمیدی؟ نه. تو هم یه خود فکر کن. خیلی خوب باشه، فکر میکنم. خودشه، فهمیدم چی کار کنیم. منم فهمیدم صورتی، بگو تو چی فهمیدی. برو بیرون شهر نانایی. از شهر اسبای مهربون برای همیشه. چیزی که من فهمیدم این نبود، اگه برم دلم برای همه تنگ میشه. نه منظورم این بود که بری به طرف قطب شمال. گفتی قطب شمال؟ آها قطب شمال، یعنی همون جایی که بابا نوئل زندگی میکنه؟ آره منظورم همین بود، پس فهمیدی. آره من میرم و با بابا نوئل صحبت میکنم و اوضاع رو روبرو میکنم تا دیگه کسی ازم ناراحت نباشه. ازت ممنونم صورتی، تو بهترین دوستی هستی که من دارم. نانایی صبر کن. نانایی از دست تو. سلام نانایی. سلام آسمون جونم. من داشتم اینجا یکم قدم میزدم و این بالون خوشگل و مامانی رو نگاه میکردم، میخواستم ببینم میشه یکم سوارش بشم. من آب نبات سال نو رو شیکوندم و ایده همه رو خراب کردم، واسه همین دارم میرم قطب شمال تا به بابا نوئل بگم که بیاد به شهر اسبای مهربون. وای فکر میکنی واقعا نظر خوبی باشه؟ منظورم اینه که اصلا تو بلدی بالون رو هدایت کنی؟ ها واسه خودت میگم. راستش بالون سواریم زیاد خوب نیست، نمیتونم خوب هدایت یا متوقفش کنم، اما مجبورم این کارو بکنم. میخوای تو هم با من بیای؟ منظورت اینه که باهات تو ابرا پرواز کنم؟ نه ممنونم، ترجیح میدم باهات خدافظی کنم و برات آرزوی موفقیت کنم دوست من. بیا دیگه، خوش میگذره، یه جور ماجراجوییه. خب منظورت چیه؟ از اون ماجراجوییه که پر از تفریحه یا از اونایی که توش چیزای بد و ترسناک اتفاق میفته؟ باشه نه یا آسمون جونم، کاملا درکت میکنم، اما من باید حتما این کارو انجام بدم. باید بابا نوئل رو پیدا کنم تا شاید بتونم دست گلی که به آب دادم و جبران کنم. خب بالون، مثل این که فقط من و تو با هم دیگه ایم. قطب شمال ما داریم میای. صبر کن نانایی، صبر کن، من باید باهاش برم. شاید هم از این بری نزدیک بودا.
بازم نزدیک بودا. او نه، ای وای، خیلی خوب، مشکل خاصی نیست. امیدوارم باد خودش بلد باشه که قطب شمال کدوم وریه. آه، این بالا اونقدرام بد نیست. ببینم صورتی، تو حالت خوبه؟ اگر نباشه دوسته خوبم الان داستان برای تو تعریف میکنم. دوسته عزیزم ببینی چه بلایی سر درخت اومده. آب نبات هستایی مخصوص سال نو اینجا نیست. ننایی؟ ننایی؟ کجایی؟ ببینم ننایی تو اونجایی؟ وای، ما باید این فکری باید کنی. نه، دست نگه دارید. هی بچه ها گوش کنید، آب نبات توی برفا نیست. البته منظورم سالمشه. آب نبات شکست. متاسفانه ننایی اتفاق شکوندش و اونو خورد و خاکشی کرد. دوستان من، حالا بابا نوئل چطوری پیدامون کنه؟ بابا نوئل دیگه نمیاد. وای نه، حالا ما باید چی کار کنیم؟ اول از همه باید بریم ننایی رو نجات بدیم. نجاتش بدیم؟ ای وای، مگه تو خطر افتاده عزیزم؟ ننایی رو که میشناسین دیگه، اون داره با یه بالون تو آسمون پرواز میکنه. میدونی چیه؟ اون به خاطر اشتباهی که کرده بود خیلی ناراحت بود. الانم با یه بالون داره میره به طرف قطب شمال تا بتونه بابا نوئل رو پیدا کنه و سال نو رو به همه ما برگردونه. گفتی ننایی؟ رفته؟ با یه بالون؟ اونم تنهایی؟ خیلی وحشتناکه. بله، تازه آسمونم رفت توی ابرا دنبالش بگرده تا بتونه پیداش کنه. گفتی آسمون؟ اون رفت میونه ابرا؟ که ننایی رو پیدا کنه. ما باید بریم و دوستانمون رو پیدا کنیم. اونا به کمک ما احتیاج دارن. آره، بطوره باید پیداش کنیم. اونجا رو درست مثل همونیه که فکرشو میکردم. وای، قطب شمال واقعی، رسیدم. نه، مثل این که هنوز نرسیدم. کجا؟
انصاف بشه باید یه جایی توقف کنیم. آره فکر کنم حق با تو باشه. میتونی گروه رو هدایت کنی؟ قصهشو نخور با من. دنبالم بیای. چقدر قشنگه دوستای عزیزم. اینجا باید شهر آدم کوچولوها باشه. و فکر کنم اینجا هم جاییه که بابا نوئل زندگی میکنه. ها یه یادداشت اینجاست از طرف بابا نوئل بچه ها. یه یادداشت. ببینم گفتی یه یادداشت از طرف بابا نوئل. عالیه. زودتر بخون ببینیم چی نوشته. باید خیلی مهم باشه. اینجا نوشته شده: ببخشید که خونه نیستم، برای دادن هدیه ها رفتم، صبح برمیگردم. سال نو مبارک. بابا نوئل رفته. از همتون خیلی معذرت میخوام. من باعث شدم سال نوی همه خراب بشه. نمیخواستم اینطوری بشه. شکستن آب نبات اتفاقی بود. نه نه ما اینو میدونیم. اوه عزیزم میدونیم که اتفاقی بوده. ناراحت نباش نه نایی. تو آسمون سریع و سالمی. این تنها چیزیه که اهمیت داره. نه نایی تو این همه راه تا اینجا اومدی تا بتونی سال نو رو بهمون برگردونی. تو بودی که باعث شدی ما زیباترین جای دنیا رو ببینیم. خب راست میگی، اینجا واقعا خیلی قشنگه. اما منظورم اینجا بود، قلب مهربونت. آسمون نگاه کنین، هوا داره صاف میشه. تو هم با من موافقی ستاره چین؟ دیگه سال نوه، وقتشو برگردیم خونه. میشه ما رو به شهرمون هدایت کنی؟ قصهشو نخور با من. همه خوشحالن که سال نو داره از راه میاد. اسبای مهربون همه ای هستن خوشحال و شاد. خیلی جاها هست که میشه رفت، اما حالا میریم خونه. امشب شب عیده، همه با هم میریم خونه. شب عیده چه شب خوبیه، همه خوشحالن که سال نو داره از راه میاد. اسبای مهربون همگی هستن خوشحال و شاد. عیده همه میریم خونه، عیده همه میریم خونه، عیده همه میریم خونه. چه خوب. هی بچه ها درخت بزرگ رو نگاه کنی. آه نه نه، ببینم اونا جورابای تو نیستن؟ چرا؟
جورابای صورتی منن. البته واسه صورتی هن. جورابای نقره‌ای درخشانم برای درخشش هستن. جورابای رنگین کمونم خب معلومه واسه کیان رنگین کمون. فکر کردم اگه به همتون جوراب بدم. احمقانه است مگه نه؟ اما صبر کن ببینم. من این کارو نکردم. منظورم اینه که من جورابامو تو خونه ها گذاشتم. ها؟ تو جورابای خوشگل تو هدیه دادی به ما عزیزم. چه دوست مهربونی هستی. وای نانایی ممنونیم. اینجا رو نگاه، تو جورابا پر از آب نبات و شیرینی بچه ها. ممنونیم نانایی. اما من این کارو نکردم بچه ها. جورابای من خالی بودن، هیچ خوراکی توش نبود. به علاوه من که بیرون از شهر بودم، یادتون رفته؟ ببینم پس کی این کارو کرده. ها؟ ها؟ چجوری پیدامون کرد؟ آب نبات اصلایی که نبود تا بدرخشه. شاید به خاطر درخشش آب نبات سالنو نیست که بابا نویل هر سال به شهر اسبای مهربون میاد، بلکه به خاطر درخشش محبت و علاقهی که ما نسبت به هم داریم. و به علاوه مگه معنی واقعی سالنو چیزی غیر از محبته؟ درست میگی. هی بچه ها، یه یادداشت دیگه از طرف بابا نویل نوشته. نانایی ایده جوراب ایده خوبیه. با اجازت از این به بعد از این شیوه استفاده میکنم. سال نوی تو هم مبارک باشه صورتی عزیزم. سال نوی همه مبارک باشه. همه خوشحالن که سال نو داره از راه میاد، اسبای مهربون همه ای هستن خوشحال و شاد. خیلی جاها هست که میشه رفت، اما حالا میریم خونه. امشب شب عیده، همه با هم میریم خونه. شب عیده چه شب خوبیه، همه خوشحالن که سال نو داره از راه میاد. اسبای مهربون همه گی هستن خوشحال و شاد. عیده همه میریم خونه، عیده همه میریم خونه، عیده همه میریم خونه. چه دوباره نه. ببخشید.
اسب‌های مهربون. پرواز در ابرها. سلام آرزو جونم، داری چی کار میکنی؟ اوه سلام کهکشان، دارم آرزو میکنم که یه چیز خیلی جالب پیش بیاد. من عاشق آرزو کردنم. میدونم، ببینم ممکنه خواهش کنم امروز برای منم یه آرزو بکنی؟ با کمال میل، چه کاری از دستم برمیاد؟ خب راستش نمیدونم چی کار کنم، فکری به ذهنم نمیرسه. برای جشن صمیمیت که قراره امشب برگزار بشه هنوز هیچ ایده‌ای به ذهنم نرسیده دوست من. اصلا لازم نیست نگران باشی، همین الان از ته دل برات آرزو میکنم. آرزو میکنم که کهکشان برای جشن مخصوص صمیمیت که قراره امشب برگزار بشه یه ایده خیلی خوب و عالی به ذهنش برسه. کسی که باد بادک رو بگیره به آرزوش میرسه. وای چقدر هیجان انگیزه. بیا بریم آرزو، بیا بریم یه خورده بازی کنیم. خجالتم نده، کار خاصی نکردم ولی واقعا ایده خوب.
خوبیه. آره موافقم. زود باش بعد بریم دنبال بقیه. برای جشن امشب کلی کار داریم. اینجا رو تماشا کنیم. اینطوری باید رو صحنه نمایش اجرا کنیم. یک دو سه چهار یک دو
اینجا برای آرزو کردن جای فوق‌العاده‌ایه. آرزو میکنم که پرواز رو یاد بگیرم تا بتونم به کهکشان کمک کنم. اینجوری دیگه اون قصه جشن مخصوص صمیمیت که قراره امشب برگزار بشه رو نمیخوره. قصهشو نخور با من. اسم من ستاره چیه؟ وای سلام، منم آرزو هستم. میدونم. آماده این بچه ها؟ آماده ای؟ آماده؟ ببینم برای چه کاری داریم آماده میشیم ستاره چی؟ برای آرزوت. من الان اینجا هستم چون خیلی خیلی از ته دل آرزو کردی. ما میخواییم بهت نشون بدیم چطوری باید توی ابرو پرواز کنیم. وای اینجا رویایی ترین جاییه که تو همه زندگیم دیدم. همینطوره، اما جای دیگه وجود داره که حتی از اینجا هم رویایی تره. دنبالم بیا. سرزمین ما، جزیره پروانه ای. وای میخوام زودتر همه رو برای کهکشان تعریف کنم. ما شنیده بودیم کاره خیلی عجیبی میکنی، ولی راستش فکر نمیکردیم که یه همچین کاره ازت بر بیاد. میدونی چی میگم؟ آره میدونم، اما در این مورد با کسی حرف نزن. یعنی حتی با کهکشان؟ نه حتی به اونم نگو. برای اینکه به آرزوهات برسی نباید اونا رو به کسی بگی، در این صورت برآورده میشن. من از لنگی سرخابی خوشم میاد. من اگه صورت رو بیشتر دوست دارم. دقت کن اینطوریه، یک دو سه. به نظرم باید روی فرود اومدن یکم کار کنیم. خیلی خوب دوستان من، چپ بالا، چپ رو زمین، راست بالا، چپ راست. نه عزیزم، یه خورده به طرف چپ، یه خورده دیگه، یه خورده دیگه. الان عالی عزیزم، خود خودشه. هنوز از آرزو خبری نشده بچه ها؟ هنوز خبری نشده، امیدوارم به جشن امشب برسه. امیدوارم میرسه، حتما میرسه، امیدوارم. وای واقعا عالی بود، خیلی ازت ممنون. قابلی نداشت عزیز دلم. ستاره چین خیلی لطف کردی. میدونم که تو فقط آرزوهایی که خیلی خاص باشن و برآورده میکنی، اما حالا که نمیتونم در موردت با کهکشان حرف بزنم، ممکنه ازت یه آرزوی دیگه هم بخوام؟ قصهشو نخور با من. بهترین و قشنگترین آرزوها اونایی هستن که کسی برای دوستانش بخواد. چه خوبه، امشب جشنه. چه خوبه، 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 چه خوبه،
عزیزم واقعا این یه پرواز عالی توی آسمون بود. عزیزانم لطفا به من توجه کنید، امشب جشن صمیمیت شهر اسبای مهربونه و حالا زمان انتخاب مهربون ترین دوست فرا رسیده، کسی که به دوستاش کمک کرد تا بتونن پرواز کنن. بله درست فهمیدین، پرنده کسی نیست جز کهکشان عزیزمون. ممنونم دوستان، امشب برای من یک شب زیبا و رویاییه. آرزوی عزیزم، تو به خاطر من از ته دلت آرزو کردی و به هممون کمک کردی که بتونیم پرواز کنیم. بهترین دوست شهر اسبای مهربون توی. اما تو دوست منی، من دلم میخواست به آرزوت برسی. پرواز ایده ی تو بود دوست، برای همین موقع های ازت ممنونم. من دلم میخواد تو رو تو این جایزه سهیم کنم. آفرین کهکشان، کار زیبایی بود. میدونی چیه کهکشان؟ یه روز یه دوست خیلی خوب و مهربون به هم گفت بهترین و قشنگترین آرزوها اونایی هستن که کسی برای دوستانش بخواد. چه لذت بخش.